در 20 آوریل 1902 بعد از سالها پژوهش و آزمایش‌های مختلف، ماری کوری با کمک شوهرش پیر کوری یک عنصر جدید کشف می‌کنن و اسمشو می‌ذارن رادیوم. عنصر شماره 88 در جدول مندلیوف یا همون تناوبی. اینها نمیدونستن این عنصرشون رادیواکتیوه و اصلا هیچ کس نمیدونست رادیواکتیو چیه. برای همینم راحت بدون هیچ حفاظی با این عنصر خطرناک کار میکردن. که اگر دوست دارین داستان کاملشو بدونید، این کلیپ تو تاپ 10 هست. خلاصه این عنصر از آزمایشگاه ماری کوری خیلی زود میاد بیرون و وارد کلی از تولیدات میشه. مثلا لوازم آرایش. کارخونه ها وقتی این ماده خطرناک رو میزدن تو لوازم آرایش، با افتخار رو بسته‌بندیش هم مینوشتن و توی تبلیغاتشون هم میگفتن رادیومی که توی لوازم آرایش ما وجود داره چروک‌های صورت هم میبره و واقعا هم این کارو میکرد، اما کوتاه مدت و موقت. خانوم ها توی فروشگاه ها دنبال لوازم آرایشی میگشتن که توش رادیوم داشته باشه. اگر نداشت میگفتن این خوب نیست. به غیر از لوازم آرایش، رادیوم توی آزمایشگاه های پزشکی هم پیدا میشد. اونا فکر میکردن با رادیوم میتونی سرطان رو مداوا کنی. برای همین داشتن روش کار میکردن که مطمئن بشن و وارد بازار کنن. باید بدونید در این دوران شیمی درمانی هم وجود نداره. همین آزمایش ها باعث به وجود اومدن شیمی درمانی میشه. اون موقع هم نمیدونستن این شیمی درمانی نه تنها سلول های سرطانی رو از بین میبره، بلکه سلول های سالم بدن هم از بین میبره. الان میدونن که باید روی حساب کتاب استفاده بشه، نه اینکه همینجوری پرتو رو بگیری به بدن بیمار. باید بدونید که رادیوم به صورت طبیعی حالت شبنما داره، یعنی تو تاریکی خودشو به رنگ سبز نشون میده. در اون زمان فکر میکردن رادیوم دیگه همه چی رو درست میکنه. تو لوازم آرایش، خمیر دندون‌ها و حتی تو بعضی از شکلات‌ها رادیوم میزدن و بزرگم روش مینوشتن این رادیوم داره، بخورید برای همه جاتون خوبه. رفته رفته مصرف رادیوم داره توسعه پیدا میکنه. وقتی به سال 1914 میرسیم، زمانی که جنگ جهانی اول شروع شده، کارخونه‌های ساعت‌سازی آمریکا یک کشف جدیدی می‌کنند. اونا فهمیدن وقتی رادیوم رو با یک رنگ مخلوط می‌کنیم، کل اون رنگ در شب می‌درخشه. حتماً ساعت‌های شب‌نما رو دیدید. این ایده‌اش همون موقع به وجود اومد. کارخونه های ساعت سازی شروع کردن رادیوم مخلوط با رنگ رو روی شماره ها و عقربه های ساعت زدن که ساعت تو شب هم دیده بشه. توی این کارخونه جات برای انجام این کار فقط خانوم ها رو استخدام می کردن، چون می گفتن اینها دستان ظریفی دارن و رنگ رو تمیزتر می زنن. حتی به این خانوم‌های نگونبخت میگفتن وقتی میخواین قلمو ظریف رو استفاده کنید، اول با آب دهنتون خیسش کنید که موهای قلمو قشنگ مرتب باشه و با یک بار رنگو کشیدن تمیز در بیاد. یعنی مرتب این خانوم‌ها رادیوم رو میکردن تو دهنشون. از اون طرف توی بازارها هم این ساعت‌ها طرفدار پیدا کرد. حتی توی جنگ جهانی اول در سال 1917 وقتی آمریکا وارد جنگ جهانی اول شد، از این ساعت‌ها برای تمام سربازهاش سفارش داد که تو هر حالتی بفهمن ساعت چنده. خلاصه کارخونجاتی که هر محصولاتی از رادیوم تولید میکردن کارشون سکه بود. اونهایی که ساعتها رو رنگ میکردن برای تولید بیشتر خانومهای بیشتری رو استخدام کردن. از اون طرف شرکتی که این رنگ ها رو تولید میکرد اصلا وضعش توپ توپ بود. United States Radium Corporation. این بزرگترین شرکتی بود که رنگ‌های رادیومی تولید می‌کرد و به همه مصرف کنندگان می‌رسوند. خلاصه رادیوم بازاری بوده برای خودش. یک ماده سمی بسیار خطرناک، عین نقل و نبات تو دست همه است.
دو سال میگذره، جنگ جهانی اولم تموم میشه، اما کارخونه هایی که ساعت های رادیومی میسازن به فعالیتشون ادامه میدن و رشد میکنن، چون دیگه تمام دنیا شده بودن طالب این ساعت ها. کشورهای دیگه هم سعی میکردن ساعت های شبنما بزنن. 3 2 1. از این طرف خانوم هایی که تو این کارخونه ها کار میکردن دونه دونه شروع میکنن مریض شدن. دیگه 5-6 ساله دارن اینجا کار میکنن دیگه. رادیوم حتما تو بدنشون یه کارایی کرده. این خانوم ها تک و توک بیمار میشدن و میرفتن، اما یک چیزی که تو همشون مشترک بود این بود که میگفتن به قدری دندونامون شدید درد میگیره که مثل اینکه فکمون داره کنده میشه. هنوز این مشکل رو نفهمیده بودن که دندونهای این خانوم ها شروع کرد به ریختن دونه به دونه. وقتی هم میرفتن دندون پزشکی، دندون پزشکی هاج و واج میموند و میگفت من نمیدونم چرا دندوناتون میریزه، من اصلا همچین چیزی ندیدم. یکی از این روزها یکی از کارکنان یه دفعه میفته میمیره، یک خانومی 22 ساله، اما در کمال تعجب، یعنی تعجبش الانه، اون موقع کسی تعجب نکرده، رئیس کارخونه اعلام میکنه این خانوم به دلیل سفلیس مرده. سفلیس هم که میدونید ویدیوشو توی چیزومی ساختیم، یک بیماری جنسیه. تو اون دوران وقتی میگفتی یک خانوم بر اثر سفلیس مرده، همه فکر میکردن این خانوم بدکاره بوده، یعنی جوون مردمو بر اثر رادیوم کشتن و تازه اینجوری هم آبروشو میبرن. تو اون زمان خیلی مهم بوده آبروی خانواده این خانومم میره، در صورتی که رادیوم اینو کشته بود. دونه دونه این خانوم ها از رده خارج میشدن، یا تو بستر بیماری سخت یا هم تو قبرستون. تا اینکه میرسیم به سال 1925، موقعی که کارکنانی که قوی تر بودن و دووم آوردن رسیدن دوروبر 30 سال سن، ولی بدنشون به شدت مریضه، یعنی هیچ کدوم از اعضاشون درست کار نمی کنن. سالها پیش خانومی تو این کارخونه کار میکرده به نام گریس فرایر که همون موقع ها یک کار دیگه گرفته بوده. این خانوم با وجود اینکه مدت طولانی تو این ساعت سازی نمونده، اما به شدت بیماره، به طوری که استخونهاش به راحتی میشکنه. دکترها توی فک این خانوم چند تا غده پیدا میکنن، اونم غده های سرطانی. این خانوم به خاطر همین مشکلات 2 ماه بیشتر زنده نمیمونه و میمیره. این بار دیگه کسی نمیتونه بگه بر اثر سفلیس مرده. همه میفته بین پزشکان که چرا یک 34 ساله به این روز افتاده. این خبر یه جورای میترکونه و به گوش زنانی میرسه که تو این ساعتسازی کار کردن، چه اونهایی که هنوز هستن چه اونهایی که رفتن. اونها هم میدونستن بیمارن، همشون میگن ای چرا ما فکمون درد میگیره، حتما توی فک ما هم غده وجود داره. یادتونه که چه دندون دردهایی میگرفتن؟ برای همین همه افتاد بین این خانوم ها که این شرکت ما رو از بین برده. دست جمعی یک شکایت تنظیم میکنن و میگن شرکت United States Radium Corporation بایستی 1,250,000 دلار به ما بده. اما باید بدونید در دورانی هستیم که خانوم ها رو اصلا جدی نمیگیرن، هیچ وکیلی حاضر نمیشه از اینها دفاع کنه و اینها دعوا رو میبازن. شرکت US Radium Corporation با وجود اینکه دعوا رو نباخته بود، اما ترسید و یک سری قانون تو کارخونش گذاشت. اول اینکه قلمو رو تو دهنشون نکنن و موقع کارم دستکش دستشون کنن. همین، این دوتا قانون رو میذارن. اما دیر شده بود. بیشتر از 1,000 دختر جوان تو اینجا آلوده شدن و تازه دوتا قانون ناکافی رو به تصویب رسوندن. شما فکرشو بکنید چقدر بین زن و مرد تبعیض وجود داشته. کارکنان مرد این شرکت که در تولید و رنگ کردن اصلا هیچ نقشی نداشتن، اینجوری تو کارخونه رفت و آمد می‌کردن. یعنی شرکت میدونست رادیوم چقدر خطرناکه، اما برای سودشون اهمیت نمیدادن. بالاخره بعد از چند سال یک وکیل با وجدان پیدا شد و به این خانوم‌ها گفت من ازتون دفاع می‌کنم. وکیل دوباره دادگاه رو به جریان انداخت، اما نتونستن اون پولی که میخواستن بگیرن، ولی دادگاه حکم داد که خرج دوا درمان این خانوم ها رو باید اون شرکت بده.
خلاصه این خانوم ها یکی یکی سرطان های سخت گرفتن و با مرگ های دلخراش از دنیا رفتن، اما نامشون باقی موند. بهشون میگن دختران رادیوم یا رادیوم گرلز. اینها باعث شدن که دانشمندان هوشیار بشن، در مورد این مواد پژوهش بیشتری بکنن که بفهمن عناصری مثل رادیوم و عناصر رادیواکتیو دیگه چقدر خطرناکن. این دخترها بدعتگذار یک کار دیگه هم شدن. اونها اولین گروهی بودن که از یک شرکت بزرگ شکایت کردن و درسته که دیر، اما به نتیجه رسیدن و این اولین باری بود که در یک دعوا کارفرما مقصر شناخته میشه و از این به بعد کارکنان دیگه هم هوشیار میشن که یک حق و حقوقی دارن و میتونن شکایت کنن. در اون سالها اصلا به کارکنان اهمیت نمیدادن، مخصوصا کارکنان زن. پس دختران رادیوم یک کار مهم انجام داده بودند.